وقتی انقلاب شد صنوف مختلف، گروه‌های مختلف بر اساس درجاتی که در حکومت قرار داشتند زیر فشارهای مختلفی قرار گرفتند. نظامی‌های بلندپایه، وزرای سابق و مقامات مختلف پیدا بودش که خب باید نگرانی‌های پیدا کنه، انقلاب شده بود. اما در این وسط کسی گمان نداشت که هنرمندان هم لازم است که یک همچین وضعیتی پیدا کنه، یعنی یا بگریزند از کشور یا پنهان بشن یا محاکمه بشن. به همین جهت هم وقتی اول بار در روزنامه ی آگهی اومد که کمیته یک جمعی از هنرمندا رو با اسم، یعنی فربین، گوگوش و چهرهایی که مردم میشناختن و دوستشون داشتن، اینها رو احضار کرده است به عنوان متهم، خیلی حرکت عجیبی بود. ولی این اتفاق افتاد. در اونجا کار مهمی صورت نگرفت، فقط نامونشانشون گرفته شد و بهشون اخطار شد که تعهد بدن که دیگه کار هنری نکنن، که همین باعث شد که دیگه از اون از کشور خارج شدن. ولی بقیه که موندن دیگه با هم دیگه ارتباطی برقرار نکردن و انگار همه در دل این شهر انقلاب زده گم شدن، شهری که یواش یواش به جنگ رسید، به جنگ داخلی رسید و اینا. تو این وسط یه روز شاهرخ نادری تلفن کرد. شاهرخ نادری کی بود؟ تهیه کننده پرشنونده ترین برنامه رادیو، برنامه صبح جمعه، شما و رادیو. کسی که همه ی هنرمندا را از هر طبقه و در هر رشته هنری میشناخت و باشون نزدیک بود، به فرمان و به اشاره او برنامه ها میومدن و مسلط شهر بود. تلفن کرد و خبر داد که فلان کس عروسی دخترشه، یا مثلا فرض کنید که کسی از بستگانش مرده. و به این ترتیب و به بهانه های کم و بیش متأثر کننده یا خوشحال کننده شروع شد افراد همدیگر رو پیدا کردن. یعنی برای اولین مرتبه ماها دیدیم در شهر گوگوشی رو که در همون شهری بود که ما زندگی میکردیم و تا یک سال قبلش گوگوش بود ولی حالا گم شده بود تو شهر، و همینطور بقیه، همینطور تابش، همینطور قنبری، آقای فردین، ناصر ملک مطیعی، اینا همه چهرهایی بودن که تو خیابون نمیتونستن آروم راه برن، ولی الان هر کدومشون در یک گوشه پنهان شده بودن. شاهرخ باعث شد که این جمع آهسته در کنار هم قرار گرفت. در کنار هم قرار گرفتن جمعی با این مشخصات که میگم بسیاری رو روحیه داد، بسیاری رو رسوند که به همدیگه کمک کنن، و انگار یک نیروی تزریق کرد به هنر ایران، به خصوص موسیقی، که بتونه سر پاش یه جوری خودشو حفظ کنه و دنبال فرصت‌های بهتری بگرده برای باقی موندن. از آخرین روزهای این جمع‌هایی که شاهرخ نادری برپا می‌کرد یک فیلمی باقیه از یک جلسه‌ای که مربوط است به درگذشت یکی از هنرمندا، و تو اون جلسه فردین به صدا در میاد و اونجا میگه که ما سال‌هاست مرده ایم، خودمون خبر نداریم. خود رسوندن این خبر به هم دیگه کاری بود که هنر شاهرخ نادری بود که اول انقلاب شما و رادیو رو تبدیل کرد به یک شیرینی فروشی به اسم شما و شیرینی.